سلام، اول بگم که این یک ضبط خودمونی خانگی است که من توی خونه خودمون دارم به عملیش میارم و کار حرفه‌ای و استودیویی تلویزیونی نیست، کما اینکه این میکروفون هم که میبینید معمولا توی ضبطهای حرفه‌ای تلویزیونی میکروفون های کوچولویی دارن، هزار سوراخ سنبه قایمش میکنن، ما اینو واقعا نتونستیم جایی قایمش کنیم، مرکز خیلی بزرگه اما البته صدا رو خوب میرسونه و عتیقه هم از آنتیک هم هست، اصلا احتمالا اصلا مال قبل از اختراع میکروفونه، اما خیلی خوبه. کارش هم اینه که صدای منو به شما برسونه، برای تزیین نذاشتیمش، از نظر هم پنهانش نکردیم و امیدوارم فقط صدای من رو برسونه، صدای بچه همسایه رو به شما نرسونه، چون که من رفتم در زدم خونه همسایه، گفتم اگه میشه این بچه تونو یه ساعت بخوابونین تا برنامه ما ضبطش تموم بشه، البته برنامه نیم ساعت، من نیم ساعت هم احتیاطاً گفتم بچه ما الان خوابیده، گفتم بخواهش کنید تا یه ساعت دیگه بیدار نشه تا من ضبطم تموم بشه. این زندگی غربتی یا مهاجرتی یا به هر حال تبعیدی هرچی که اسمشو میخوام بزنیم، یه هادی خرسندی انگلیسی الان نمیره در خونه همسایشون زنگ بزنه، اصلا تو خونهشون فیلم نمیگیره که حالا بگی بچه تونو بخوابونید. حالا به هر حال اصلا بریم سر موضوع، اگر وسط برنامه نور قطع شد، میکروفون افتاد، صدا مونتاژ از این پرشای عجیب غریب ناش مثل همین الان اتفاق افتاد، به دیده اخماز بنگرید و بحث شیرین امامزاده رو بخش اولش رو شروع بکنیم که به اسم امت ساده و دولت امامزاده، امامزاده ها 32,000 تا هن وقتی جمهوری اسلامی اومده داره همینطور قارچی سرطانی دو تا چهار تا اضافه میشه. زمان شاه هم بود، البته معروفترینش بود امامزاده داوود بود، برای که اون رو هم خود شاه معروف کرد، یعنی همون که گفتش که من تو راه امامزاده داوود حضرت عباس گرفت. حالا به هر حال امامزاده داوود داشتیم، امامزاده بسیاری دیگری هم داشتیم، اما اینجوری نبود که به قول یه تئاتری من درست کرده بودم که بنگاه تولید و صدور امامزاده بود، اسمش البته هنوز کار به صدور نکشته، اما در دست احداث امامزاده های همینطوری این یکی دیگه چین نمیتونه برامون بسازه. پروژه احداث امامزاده یحیی مجری اداره اوقاف و امور خیریه نوشهر چالوسان، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران هم ناظر بر این اجرای این پروژه است که دقیقاً اجرا بشه دیگه. امامزاده است که یه وقتی در حال اجرا شدن مهندس ناظر سوسک نشه یا اتفاق ناگواری برای کارگرای اونجا نیفته. نمیدونم آب و برق امامزاده ها رو از کجا میارن، با زحمت چجوری، اینا همه مسائلی است که جمهوری اسلامی خوشبختانه حل کرده و سیستم تولید امامزاده بدون وقفه جریان داره. در تو بر بیابون مجری اداره البته الان بر بیابون فردا که امامزاده اونجا ساختن، قیمت زمینایی که قبلا حساب کردن که مالی کیاس و کیاس و کیاس میره بالا و اینها دیگه بر بیابون نخواهد بود. اما این سوال برای من هستش که اصلا امامزاده ها اغلبشون چرا تو بیابون ها و دور و پرت مقبرشون هست، فوقش در گورستان شهر که حاشیه شهره باید باشن، وگرنه یهو یکیشون هست وسط جنگل و کوه و دره و که اصلا به راحتی نمیشه رفت، بعدن اومدن جاده کشی کردن، اونجا خوش هوا هوایی هم بوده، امامزاده یه خوشگذرونی بوده، ولی آخه اونجا نونه ها و کجا گیر می آورده و
بعضیاشون یه جایی هستن که بعضی امزاده هم که الان درست کردن که احساس بکنیم پیش ساخته است، یعنی از یه جای ساختن قیش آوردن اونجا گذاشتن. این حال که امامزاده مختلف در جای مختلف میذارن که مردم یک شبی نصف شبی بی امامزاده نمانند، اما برای این که این خرافات حالت سیال و در گردشی داشته باشه، امامزاده سیار هم درست میکنن، زریح رو میذارن توی تریلی کامیون و بگذارن اصلا این بخونم: دین و ایمان سوار گاری شد، مؤمن واقعی فراری شد. مؤمن واقعی که میگیم، خب همیشه میگیم که ما حساب دکانداران دین و با اون مؤمنین واقعی که به هر حال تو هر آیین و مذهبی هستند جدا میکنیم. حالا دلشون میخواد که خیال کنن که حالا عقیده آزاد ما احترام میذاریم، ولی به هر حال این هستش که یک سری مؤمنین واقعی داریم، یک سری حق بازهای نمایشی به ویژه دولتی داریم. دین و ایمان سوارگاری شد، مؤمن واقعی فراری شد. کامیونی زریح میبرده، امتی هم فریب. کامیونی پر از امامزاده از برای زیارت آماده، آخه چه ظلم زیمبایی، چه تزئینی، چه علیه السلام ماشینی ها و یه چلنگ و دلنگایی، عکسی مکسی همه چی بهش آویزونه، چه ظلم زیمبایی، چه تزئینی، چه علیه السلام ماشینی. السلام علیک ابن اطل احسن الدنده المبارک رول، با زیارت نامه خوندی که تو در این بره نایب و شطوری، سید آل جنرال موتوری. صاحب کامیون که راننده است، از سوی رهبری نماینده است. اینا یه سری رانندگی دارن که به هر حال ظاهر کارشون رانندگیه، ولی معمولیت دیگه ای دارن، معمولا تو دستگاه امنیتی هستن. یکی میخوان کامیونی کنن اصطلاح، یعنی به هر حال میخوان که به لقاء الله بپیوندوننش، به جای اینکه بدون که تیر به تیر صرفش کنن یا کشف بشه که کشته شده، کامیونیش میکنن. وقتی داره میره یه کامیونم، حالا از این راننده‌ها زیاد دارن، یکیشون همین بود که میخواد اتوبوس آزم ارمنستان رو که نویسندگان عزیزمون توش بودن تایید دره بندازه، خودش پرید پایین اتوبوس رو رها کرد که یکی از بچه‌ها پرید و طول دستی رو کشید. از این راننده‌ها دارن. صاحب کامیون که راننده است، از سوی رهبری نماینده است، طبق امرش امامزاده زده، از همون جا به چاک جاده زده. حرمتش خیلی خیلیه کامیون. کامیون نه، تریلیه کامیون. همه اشقیا به تعقیبش، که بدن یک جرایی ترتیبش. گر که دست یزید بهش میرسید، تکه تکه میشد به دست یزید. گر به صحرای کربلا این بود، شمر مسئول پمپ بنزین بود. آب نمیداد چی؟ بنزین نمیداد شمر بهش. بعدم تیر میزد باکش سوراخ میکرد. صاحب کامیون مسلمونه، از بیزنسمنهای میدونه. آره این بیزنسمنهای میدون همونهای هستند که آقازاده هاشون وکیل و وزیر شدن، خودشون همون اوائل انقلاب اومدن و بعد دیگه بازنشسته شدند و منزل به فرزندان خلف خودشون دادند و یه دشون هم بودن اون اوائل و در کار بودن، می اومدن چه میدونم مجله میخریدن، روزنامه میخریدن. البته نه، مجله روزنامه رو آهن فروش بگذاریم، اصلا سیاسیش نکنیم. صاحب کامیون مسلمونه، از بیزینس منهای میدونه، بارفروش کنار قبراغاست،
دست گردان روز عاشوراست. اینا مستنده. متاسفانه وزیر نشده، توی هیچ کشوری سفیر نشده، ولیکن ذوب در ولایتشون میکنه پشت رول حمایتشون. پای برگاز با تمام وجود میبره بار هرچه قسمت بود. جنس قاچاق نشد زریح میبره، هرچی گفت رهبر فقیه میبره. گاه تریاک ناب بار میزنه، گاه ویسکی شراب بار میزنه. واردات صادرات دفعه بعد هم طلا میبره، ترکیه یا به کربلا میبره. گاه بار اورانیوم داره، گاه یک مختصر اتم داره. دهنش هم که واقعا قرصه، هیچی از رهبری نمیپرسه، نمیگه این همه طلا و دلار از کجا اومده تو این انبار، نمیگه این چیزا کجا میره، داره ملت گرسنه میمیره. این دفعه داده رهبری پیغام که ذریحی دارم علیه السلام، حضرتش هست اهل گشت و گذار، لقبش هم امامزاده سیار. این امامزاده خیلی درویشه، مثل پیتزا دلیوری میشه، ببرش سرزده سر چهار راه، بگو امت اینم زیارتگاه. هر کجا یک کتاب فروشی بود برو پارکش بکن همونجا زود. ببینید اون گوشه بالا دست راست کتاب فروشی فرزینه که کتاب های انگلیسی هم داره. خب پخونش ما با کتاب انگلیسی هم. از شما رو تلفنش هم انگلیسی نوشته، به بگیرینش اصلا. آره ملت امت باید حواسشون از اون کتاب فروشی، اگرچه کتاب فروشی هم به هر حال یه کتاب هایی داره که این امت بالاخره باید برن بخونن بدونن رو دیوار رو به دیوار بعضی کارا رو بکنن، پشت قبله بعضی کارا رو بکنن. میگه که هر کجای کتاب فروشی بود برو پارکش بکن همونجا زود، بگو هر کس کتاب میخونه اون جهان در عذاب میمونه. بگو اصلا کسی کتاب نخونه تو خرافات مذهبی بمونه. بگو توضیح مسائل بنده پروفسورها رو کرده شرمنده. بله بله توضیح مسائل آقای خامنه ای هم به هر حال هست. استفتا میکنن جواب میدن، حالا که دیگه فتوشاپ هم اومده تماشای فیلم مبتذل برای زن و شوهر حرام است، ولی نه پنهان است همدیگر جایز است. از این مسائل و از این جواب ها هست، حائز هست باشه، ولی نماز نخوندنش جایز هست میگن دیگه. حالا به راننده کامیون صاحبش میگه، صاحبش نه که صاحب کامیونو، صاحبش میگه بده ویراژ از چپ و از راست، بفریب امت و خدا با ما. هر کی اومد جلو ببین که چشه، یه چیزایی بگو که راضی بشه، بگو حضرت بهت شفا میده، توی خوابت میاد دوا میده. ما اینجا اگر تو انگلیس طب مجانی داریم، طب مجانی دولتی، توی جمهوری اسلامی این طب مجانی رو امامزاده ها هستن که دارند و دولت در اختیار مردم گذاشته، که حالا کم کم هم میخوان امامزاده رو طبقه بندی کنن، کدوم امامزاده کور میکنه، کدوم شفا میده، کدوم نمیدونم پروستات رو خوب میکنه، کدوم مثلا پارکینسون و لقور و اون پارکینسونی ها رو میفرستن امامزاده های خیلی محکم، نه این پیش ساخت ها که زریعش لغ نشه، یا الزایمری ها رو فراموشکاری ها رو میفرستن اون امامزاده هایی که راهشون خیلی گم و گرو پیشتر پیشتون طرف میاد، الزایمرش که باید خوب شده باشه که، حالا اگر بعدا همون لحظه که خوب نمیکنه راه رو گم میکنه، حالا به هر حال بگو حضرت بهت شفا میده، توی خوابت میاد دوا میده.
همه این مسائل مختلف و بگو پولو بده نزن تو سرت، توی کنکور قبول میشه پسرت. اینم یکی از معضلاته. بگو جن توی جلد تو میره، تو به حضرت بگو که جنگیره، همه دردار رو دوا میکنه، چلاغا رو هزار پا میکنه. خب اینجا طبیقات هیتلری گوبلزی هم هستش که اگر نه چلاغ بود گم هم زده فوقش یه هر دو پاش هم چلاغ باشه، یا به قول سمد آقا خدا گفتم این گدالی خدا یه پا بهش داده، گنخه یک پا بهش نداده و درست میکنم آقا. امام زاده مالا یه پا دو پا میده، هزار پا همه دردار رو دوا میکنه، چلاغا رو هزار پا میکنه. هر کی هستش کچل بکن خبرش، آقا پستیج میچسبونه به سرش. بگو هر کس زیگیل میگیل داره، آقا اصلا زیگیل برداره، صورت رو مثل دست گل میکنه، اگه لاغر باشی توپول میکنه. حضرت از لوله اگزوز کامیون زرپ و زرپ معجزه میده بیرون. حالا دورون بزن بتیخ همه رو، پر کن از پول دیگ و قابلمه رو. بگو حضرت تا جمعه و شنبه میکنه اسرائیل و چوب پنبه. حالا اینا هم دیگه نمیفهمن که صلح رو باید منادی بود، نه حذف و خیالات واهی رو، نه باید حالا دیگه مه سیاسیش نکنیم. نمیفهمن اینا که یک سرزمین رو، یک ملت رو، یک کشور پیشرفته رو اینجوری نمیتونن اصلا باش حرف بزنن. اما میتونن بگن آقا بیا بشین سر میز مذاکره بچه های مردم نکوشه اینا رو. خب حالا بگذاریم، مثلا بگو حضرت تا جمعه و شنبه بکنه اسرائیل و چوب پنبه. بگو حضرت یکی از اوناشه، مبادا از توی زری پاشه، یا حضرت خودش. بگو حضرت یکی از اوناشه، مبادا از توی زری پاشه. یعنی یه خودم میگه مردم اصلا بی ترسون از این هست، مثل خمینی ثانی میکنه آب و برق مجانی. خب خوبه این اقلا همین خود این امامزاده آب و برقش مجانی بشه، اینقدر از این امت و زائرین بدبخت پول آب و برق برای امامزاده نگیره. هست مثل خمینی ثانی میکنه آب و برق و مجانی. ما که اومدیم خارج هم پیام دادیم گوش نکردن، گفتیم ما اومدیم اینجا حالا بردلیری اگه میشه این قبض آب و برق ما شرطوری لندن فرستاد، اگه میشه این پول این آب و برق رو شما بدین ما حواله کنیم به اینا. ولی خب گوش نکردن اصلا. آب ما خارجی ها که یعنی اومدیم خارج، ما که آب و برق مجانی ندیدیم، آره کاری نداریم اصلا. الان موقع میرون دعوا نختن کردن نیست. هست مثل خمینی ثانی میکنه آب و برق مجانی، هم غنی میکنه اورانیومو هم به انبار میبره اتمو، میره زندونیا رو چک میزنه، به وکیلا خودش کتک میزنه. عجب امامزاده مدرنی امروزی بروزه، آپ تو دیت به قول خارجی ها. هر کجا خانقاه درویشه، آقا اونجاست با دیلم و تیشه. اون حسینیه رو خراب بکنه، دل درویش ها رو کباب بکنه. معاملاتی که میشه در اطراف، روح آقا میاد از راه صاف تو معامله هم دخالت میکنه. میگه سهم امام چی میشه، کمسیون بابام چی میشه، اخلاق سید احمد آقا و آقا مشتبه رو داره. مثل این که این آقاهه که توی تریلی میگه سهم امام چی میشه، کمسیون بابام چی میشه. یک جوان قلوشو که میفروشه موقع معامله آقا توشه. خوب با هر دو میزنه چونه، یه چیزی این میونه میستونه، این قلبش میده اون مریضه میگیره، این آقام یه چیزی میگیره. به دبی که یه دختری میره، ها دخترای ایرانی رو میبردن دبی، میبرن دبی
یعنی من باور نمی کردم این خبر رو تا یه روزی که آقای خاتمی در مقام رئیس جمهوری تکذیب کردند این خبر رو که دخترها رو میبرند دبی میفروشن، اون وقت من دیگه فهمیدم تکذیب کردنشون دیگه درست بود. پس به دبی که یه دختری میره آقا پوسانت خوب میگیره، نمیذاره که مفت بره به فروش، میکشه 1000 تا هم روش. یعنی ناموس اسلام رو آقا با پوسانتاش حفظ بکنه، نمیذاره که مفت بره به فروش، میکشه 1000 تا هم روش، حسابی روزخونیشو میکنه، یعنی پادرمیونیشو میکنه. اصلا شده آقا خودش برده بود دیگه، که تو کرج بود اصلا اینا میبردن دیگه. ولی خب اینا بعد یه مدتی تقشتر میان، وقت خودشون مخالف هم دارن دیگه، پته هم دیگه میرن میرزن روی آب، بعد طرف میره یک ترفند دیگری میزنه، حسابی روز خونیشو میکنه، یعنی پادرمیونیشو میکنه، میگه کابین دختر مردم درصدش میرسه به حوزه قم، بیوه که باشه چونه باید زد، با کره باشه 65%. این آقا زور داره و غلبه، خودش آخوند و شیخ و طلبه. نه عرض کردم این اصلا آقا زنده است، آقا امروزی آقا باید عضو کابینه آقای روحانی، خاتمی، رفسنجانی، احمدی شاهی بوده باشه. این آقا زور داره و غلبه. ها آره شاید در غیب رسید، خودش آخوند و شیخ و طلبه، یعنی که سمبول تمامشونه، مثل طلاب تا امامشونه. نه درسته، آقا خیلی بزنبرو هستش، مذهب و دین هم آلت دستش، سمبولی که آقا نمادینه. ها عرض کردم پس این سمبولی که یعنی چیزی نمونه‌ای مثالی نمادینه، سمبولی که آقا نمادینه، آقا کارش لوات با دینه، آقا پوستش مثال کرکدنه، آقا 40 تا آقا تو یک بدنه، آقا 40 کله در یه عمامه است، تو سرش سازمان برنامه است. نکنه خودم خودم معظم رهبری شده توست، من نمیدونم این چی میگه. آقا خیلی حرارتی هستش، معجزه هم زیاده تو دستش، زن نازار حامله میکنه، خودش هم کار قابله میکنه، کمر رو سفت میکنه حضرت، درزا رو چفت میکنه حضرت، همه مردا رو قوی میکنه، مثل دوران پهلوی میکنه. اگه مردون گیت واویلاست، حضرتش مثل قرص وایگراست، اگه سیغه میخوای بپر بالا، فیضشو میبری همین حالا. آقا اهل ادبیات هم هست، توی خط قلم دوات هم هست. آقا میگه مجله روزنامه در بیادش، ولی رو برنامه، بی خودی هیچ که انتقاد نکنه، روش روزنامه چی زیاد نکنه، از نویسنده ها دلش خونه، خصوصا اون که عضو کانونه. میگه اینها باید حیا بکنن، صبح تا شب وصف انبیا بکنن، اگه نه راه حل آسون هست، هم تناب هست هم بیابون هست. آقا گاز میده مثل باد میره، خیلی با سرعت زیاد میره. نظر جدش امامزاده فائز رد شده از 3 تا چراغ قرمز، کار خوبی که در مسیر کرده چند تایی بهایی زیر کرده. آقا کی هست؟ عبدالابن علی روی اون پارچه نوشته، ولی یعنی مدرک ما همینه، رو مدرک اون 2.5 متر کرباس، این دروغه به حضرت عباس. آقا یک مشت آهنالاته که فراورده خرافاته، نسبش میرسه به زوباهن، آبتلا هم تو کارشه گاهن.
نه مسلمون نمیشه کرد ردش، حسن مجتباست پدر جدش. خب یک عده اعتقادشونه، این همه کفر تو زیادشونه. سوسک میشی تو آخرش هادی، چون که بد جور بند آب دادی. هرچی باشه امامزاده از خبرش، جمعیت رو ببین میدوره برش. تازه این که زری خالیشه، مال ایام بچه سالیشه. خود او هست راحل و بیجان، واقع در روستای فارسی جان. آش اونجاست، این فقط ظرفه، تازه در اصل آشش هم حرفه. آش کشکه که خالت الاسلام پخته واسد، بیا گدای عوام بخورش تا بشی نمک گیرش، باشی یک عمر تحت تأثیرش. این صریح عزیز و آواره مرکبش هم تقدسی داره. حتی میگه جرثقیلی که بردتش بالا، معجزه میکنه خودش حالا. هر کسی این روزا دخیل بسته، رفته بر اون جرثقیل بسته. این تریلی که دیگه نورانیست، خود به خود یک نهاد روحانیست. انگاری اسم زلجناح روشه، روح اسب امام حسین توشه. قدرت حق مقدس از بس، نمیتونه بروندش همه کس. اولا بیوزوی راننده، هیچ جوری نمیره تو دنده. قطعاتش همه نظر کرده است، اگه اوراق بشه میره سر دست. کاپوتش مال حضرت عباس، سپرش نزد فاطمه زهراست. وقف آل عباس گلگیرش، خدا قسمت کنه بریم زیرش.